آقای زاهدانی، تعدادی از ایرانیان در لس آنجلس هستن که مخالف برگزاری این انتخاباتن، دلایل خودشون دارن، شما هم اشاره کردید، البته آماری وجود نداره که بگیم تعدادشون زیادی یا کمه، ولی خب به هر حال مخالفت وجود داره. آیا هیچ گفتمان یا دیالوگی میان شما وجود داشت یا گروه‌های مخالف که به یه نحوی بتونید صحبت بکنید و دلایل خودتون رو در میون بگذارید؟ هنوز این گفتمان به اون شکل مطرح نبوده، ولی روز سه‌شنبه هفته گذشته در واقع یک میزگردی بود بین میزگرد، منظورم مناظره بود بین خانم فاطمه حقیقت‌جو و دکتر علی نیری، که این دو نفر در دو موضع مخالف هم بودن. در واقع یک نفر میگفتش که من رأی میدم و یک نفر میگفت من رأی نمیدم، و این مناظره در واقع تبادل این دو نظر مخالف هم بود که در واقع با دیدگاهشون آشنا شدیم که اون کسی که میگه رأی نمیدم در واقع از چه دیدگاهی صحبت میکنه و در واقع خواستش چیه. اما گروه های مخالف دیگه هم هستن در لس آنجلس که خب خیلی تندروتر عمل میکنن، و حتی من شنیدم که در 4 سال گذشته یا در 8 سال گذشته در حوزه انتخاباتی که در شهر لس آنجلس بوده، اونجا در واقع به هم زدن و جلوگیری کردن از در واقع ورود کسانی که میخواستن رأی بدن. من همینجا واقعا میخوام اینو به عنوان نظر شخصیم بگم که خیلی مهم ما ایرانیان در واقع وقتی که صحبت از دموکراسی میکنیم بدونیم که اولین قدم دموکراسی در واقع زنده باد هست مخالف، و باید به مخالف خودمون حق بیان نظر بدیم، حق در واقع حق ابراز احساس بدیم و حق عمل بدیم. به عنوان حق اول شهروندی ما ایرانیا باید بدونیم که تعرض و خشونت از نظر دموکراسی محکومه. این خیلی موضوع مهم است که دوست داشتم اینجا در جواب پرسش شما گفته باشه. آقای زاهدانی، من میدونم که شما برنامه سمبولیکی رو فردا به اتفاق گروه از دانشجویان ترتیب دارید، روزی که انتخابات داره برگزار میشه. توضیح میدید جزئیات این برنامه چه است و دقیقا چه کسانی اون رو سازماندهی کردن؟ بله، نکنید ما گروه های مختلف دانشجویی هستن که در دانشگاه UCL که من خودم اونجا هستم تشکیل شده، و این گروه های دانشجویی و اعضای اینها به طور خودجوش و داوطلبانه پویشی را اندازی کردن که بیشتر اون از طریق فیسبوک انجام شده، و دعوت کردن از کسانی که دانشجو هستن و میخوان در واقع در انتخابات شرکت بکنن، و این پویش و کمپینی که راه افتاده میخوان همه همزمان یک صدا و به صورت یک کاروان به سمت اون حوزه انتخابیه حرکت بکنن و بتونن که به صورت سمبولیک و نمادین این در واقع رأی خودشون رو به صندوق بریزن. علت این هم در واقع مطالبه تغییر و تحول هست در واقع سیاست های کنونی ایران و دولت، که واقعا باعث شده که همه به صحنه بیان. و من یه مورد خدمت شما عرض کنم که حتی بعضی از دوستان اقلیت مذهبی که اینجا هستن، منظورم در واقع ایرانیان کلیمی، ایرانیان بهایی و ایرانیان زرتشتی که در لس آنجلس هستن، و بسیار از اونها از طریق پناهندگی اومدن آمریکا و به دلایلی در واقع خیلی حضور گرمی رو قبلا نداشتن در صحنه سیاسی ایران، و خیلی براشون شاید به اون اندازه‌ای که دانشجویان دیگه بود مطرحه. ولی امروز می‌بینم که حتی اونهایی هم که در اقلیت هستن، منظورم اقلیت‌های مذهبی که آمدن به اینجا، همه به تکاپف دارن، می‌خوان با یک شروع شوق انتخاباتی در این انتخابات شرکت کنن، و فقط به نشانه در واقع خواست و مطالباتی که در جهت تغییر تحول دارن. آقای زاهدانی، شاید یک دقیقه فرصت داشته باشیم، ولی شما به عنوان یک دانشجوی ایرانی برون مرزی چه خواست هایی دارید و فکر میکنید که با شرکتتون در انتخابات این مشارکت به پایان میرسه؟ آیا این حرکت در آینده هم ادامه خواهد داشت؟ 100%. سوال خیلی خوبی کرد. خانم سارا یکی از ایمیل کنندگان شما بودن که قبل از موسیقی با من داشت ایمیلشون میخونه. خیلی جالب بود، گفتن که از گزینه بد و بدتر میخوان بعد انتخاب کنن، و خیلی مهمه که ما بعد از انتخابات گفتن که مطالبات ادامه بدیم. من میخوام اشاره کنم به همین موضوع آقای مکری که خیلی مهمه که گزینه های انتخاباتی الان در ایران گزینه شاید ایدئال ما نباشه، و این خیلی مهمه، اما بدونیم که با در واقع رویکرد حداقلی که دفتر در واقع درک مدد دانشون در ایران اعلام کردن میتونیم بریم به اون سمتی که میخوایم. و واقعا خیلی مهمه که ما فردا 22 خرداد که تمام شد و 23 خرداد
هنوز مطالبات خودمون رو داشته باشیم. یکی از اشتباهات استراتژیکی که ما جوانها و دانشجو و مردم کردیم به نظر من در دوم خرداد این بود که ما رأی انداختیم توی صندوق در دوم خرداد و فردای اون روز دیگه گفتیم که آقای خاتمی همه کارا رو درست میکنه و ردیف میکنه، ولی این نشد. بنابراین ما باید از این تجربه تاریخی به نظر و یاد بگیریم و بعد از انتخابات حضور خودمون رو در صحنه فعال تنشون بدیم، مطالبات خودمون رو پررنگ‌تر بیان کنیم و بریم به سمت اون در واقع حقوق اولیه اجتماعی که میخوایم و بعد هم در واقع اون آزادی و دموکراسی ایدئالی که ما همه ایرانیان به دنبالش هستیم. با سپاس از شما آقای احسان زاهدانی که در شهر لس‌آنجلس با ما همراه بودید. حتما در روزهای آینده به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. روز خوبی داشته باشین. سپاسگزارم از شما و بینندگان برنامه بسیار خوب شبانه‌ای.